السلام علیکم خوانندگان عزیز، شاگردان مهربان. درس امروز ما درس زبان تاجیکی. خوانندگان عزیز، در درس ها همیشه با کیفیتی اعلا اشتراک کنید. دائما سلامت باشید. در کوششی علم و دانش باشید. فرزندان مناسبی این وطن شوید. پس بیایید بچه های عزیز، درسی امروزمون را آغاز می نماییم. همه شما به درس تیار هستید می؟ بله. بندید مستحکم کمر، علم و ادب را نخستر، آموخته از خود کنید، باشید فرزندی هنر، تا اینکه از بحری وطن، هم در عمل هم در سخن، شایسته خدمت ها کنید، خانید خانید علم و فن. بچه های عزیز، امید دارم که سپارش های وظیفه خانگی را اجرا کرده اید. ما درسی گذشته با شمایان صفتی فعلی را گذشته بودیم. بچه های عزیز، شمایان این موضوع را مکمل از خود کردید می؟ بله، با پدر و مادر خود درباره صفت فعلی معلومات دادید می؟ آفرین. پس بیایید بچه ها، درس امروزمان را آغاز می نماییم. همه شمایان با درس تیار هستید می؟ بچه ها، با این رسم و جمله ها با دقت نظر افکنید و سوال گذارید. جمله یکم: مولانا جلال الدین تنها با تخلصی بلخی ایجاد نکرده است. او با لقب رومی نیز شهرت دارد. از این جمله اسم را می‌یابیم. مولانا جلال الدین به سوال کی جواب می‌شود؟ کی مولانا جلال الدین اسم. جمله دویم: مهرداد جوانی هنرمند است. چه خیل هنرمند. در این جمله صفت اشتراک کرده استاده است. جمله سیوم: نیلوفر و خوش رنگ هر روز پس از درس دو سه قوطی سیب میچینند. در این جمله دو سه قوطی چقدر؟ شماره اشتراک دارد. در زبان حصه نطق است که بچه ها با جای اسم، صفت و شماره می آید. با فکر شما این کدام حصه نطق است؟ بله بچه ها، این جانشین است. موضوع امروزه ما جانشین. مقصد درس امروزه: با جانشین شناس می شویم. خیلهای جانشین را می آموزیم. نسبت کتاب و کتابخانه مهرمان می افزاید. شعاری درس: دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد بر تنی تو
جوشن است. آره، دانش چراغی عقل، روشنی ما را امین می دارد. بنابراین بسیارتر کتاب خوانید، با کتاب دوست شوید. انیسی کنجی تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است. بیان موضوعی نو. جانشین حصه مستقلی نطق است که به جای اسم، صفت و شماره می آید. بچه های عزیز، با دقت گوش می کنیم. تکرار می کنم. جانشین حصه مستقلی نطق است که به جای اسم، صفت و شماره می آید. خوانندگان عزیز، بیایید این سپارش را اجرا می کنیم. همه ای ما به دفترمان جمله های زیرین را می نویسیم و خط می کشیم. از جانشین های داده شده به جای نقطه ها گذاشته جمله ها را پر را کنید. در اینجا چنین جانشین ها داده شده است: خوش فعل، برادرم، همین قدر، شش دانه، همین خل، ده سال، وای. بچه های عزیز، اگر شما نیز انا همین خل به جای نقطه ها جانشین ها را گذاشته باشید، درست اجرا کرده اید. بله، آفرین. می خوانیم: برادرم در صنف پنجم می خواند. وای اعلاچی است. پسرم صابر جان بچه خوشفعل است. دخترم صبری جان هم همین خل است. سفر شش دانه کتابی درسی دارد. شرافت هم همین قدر کتابی درسی دارد. ده سال در حیات آدم وقتی کم نیست. بچه های عزیز، جمله ها را می نویسیم. بتگی کلمه هایی که با سرخ اشاره شده است خط می کشیم. ما می دانیم که در این جمله ها جانشین اشتراک دارد. بجای اسم، صفت و شماره آمده استاده است. جانشین از جهت معنای واجه گراماتیکی یک چند خیل می شود: شخصی، صاحبی، نفسی، سوالی، اشارتی، تعیینی، نامعینی، منفی. با دقت گوش کنید. جانشین از جهت معنای واجه گراماتیکی یک چند خیل می شود: شخصی، صاحبی، نفسی، سوالی، اشارتی، تعیینی، نامعینی، منفی. خوانندگان عزیز، جانشین ها از روی ساخت چهار خیل می شود، یعنی ساختی جانشین: ساده، ساخته، مرکب، ترکیبی. جانشینی ساده از یک ریشه عبارت است. مثال: من، خود، کی، کجا، این، آن. جانشینی ساخته از جانشینی ساده و پیشوند
تشکیل می‌یابد. مثال: همین، همان. جانشینی مرکب: از دو یا زیاده ریشه ترکیب می‌یابد. مثال: اینچنین، آنچنان، چندین، چندان. جانشینی ترکیبی از ریشه های گوناگون پیدا می شود. مثال: هر کی، همه کس، هیچ کدام. جانشین در جمله به وظیفه مبتدا، خبر، معین کننده، پر کننده و حال می آید. بچه های عزیز، جمله ها را به دفترمان با حسن خطی زیبا می نویسیم و سوال می گذاریم. همه شما با دقت گوش کنید. ما کفکوبان نقارت خواندیم. کی؟ ما. اسم: پادشاه تویی، فرمان از توست. کیست؟ فرمان: من به شما همین خیل چوب می دهم. چه خیل؟ همین خیل. صفت: مادری بیچاره او را از جان خود عزیزتر می شمارد. کی؟ مادری بیچاره. آنقدر دلپسندی، دلپسندی استی وطن، در سری تصویری حسنت کس نمی یابد سخن. چقدر؟ آنقدر. بچه های عزیز، بیایید درس امروزمان را مستحکم می کنیم. از روی سوال و جواب ها. سوال یکم: جانشین چگونه حصه نطق است؟ سوال دویم: نوهای جانشین را نام بر کنید. سوال سوم: جانشین از جهت ساخت چند خیل می شود؟ سوال چهارم: جانشین در جمله به وظیفه چی می آید؟ خوانندگانی عزیز، جواب های خود را بسنجید. اگر شما نیز همین طور اجرا کردگی باشید، آفرین، بارکالله. سوال یکم: جانشین حصه مستقل نطق است. سوال دویم: نوهای جانشین را نام بر کنید. یعنی نوهای جانشین شخصی، صاحبی، نفسی، سوالی، اشارتی، تعیینی، نامعینی، منفی. جانشین از جهت ساخت چهار خیل می شود. کدام ها؟ ساده، ساخته، مرکب، ترکیبی. جانشین در جمله به وظیفه چی می آید؟ جانشین در جمله به وظیفه مبتدا، خبر، معین کننده، پر کننده و حال می آید. سپارش وظیفه خانگی. بچه های عزیز، موافق علامت های شرطی جمله ترتیب بدهید که جانشین به وظیفه مبتدا، خبر، معین کننده و پر کننده آمده باشد. بچه های عزیز، من با شمایان یک چند جمله می خوانم. شمایان باشد از این جمله اسم، صفت، فعلش را یابید و با آنها سوال گذارید.
اگر در این سپارش مشکلی کشید، از خواهر و برادران یاری پرسید. با استادان مراجعت کنید. با دقت گوش میکنیم. حسن و حسین در شهر تولد شده بودند. کی؟ حسن و حسین. اسم. آنها تا 9 سالگی از شهر بیرون نرفتند. کیها؟ آنها. جانشین. فقط با مکتب می رفتند و بعدی پیشین در حوالی بازی می کردند. چی کار می کردند؟ بازی می کردند. در این جمله فعل آمده استاده است. شاگردانی عزیز، روی آور بر کتاب و دانش از آن سهل گیر. تا به دانش گردی مشهوری جهان و دلپذیر. بله، دانش چراغ عقل است که دیدگان از آن روشنی و نور و دلها خوشی و سرور می گیرند. شخص دانشمند زینتگری هر ارجمند است. اگر از خردی تا بدمی پیری برای آموختنی علم و اندوختنی دانش کمر بندیم، صحف نخواهد شد، زیرا اساسی ترین و بهترین عمل در زندگی انسان اصل علم آموختن است. زیرا بزرگان گفتند، زیدانیش زنده مانی جاویدانی، زینادانی نیابی زندگانی. با همین درس امروزه ما به آخر رسید. تا درس های آینده سلامت باشید.